محصه تحقیقات تاسمان از سال 1373 را اندازی شده و در دولت تدبیر امید من چند تا شاخص رو در حوزه این ماهیان خاوری خدمت شما عرض می‌کنم پس از 15 سال ما تونستیم راه اندازی شناور تحقیقاتی رو داشته باشیم که کلا در حوزه دریای خزر ماهیان خاویاری مورد ارزیابی قرار می‌گیره عرض کنم که شیلات ایران در 1404 قرار شده که 100 تن به صلاح خاویار تولید بکنه این صنعت نیاز به آب و غذا داره که ما سعی کردیم با توجه به بحران آب پروژه‌ای رو انجام بدیم که الحمدلله به تازگی تمام شده و 80 درصد ما میزان مصرف آب رو در ارتباط با پروش ماین خوابید آقای دکتر هم بحث آب شور که قفص دریای خزر هست که در اونجا استفاده میشین و هم این به پروژه در خود آبهای داخلی الان در 25 استان کشور هم آب شیرین و هم آب شور اه اه طبیعتا اونی که در دریای خزر هست و آبشور هست به هر حال درای کیفیتی بهتری از لازم گوشت هستش ما هر دو حوزه رو داریم دنبال میکنیم و پروژه داریم الان آن آی دکتر بحث اینه که اگر در خود دریای خزر باشه که مشکل نیست ولی در آب شیرین ما بحران آب همطوری که استهزار داریم مواجه هستیم و ما با این پروژه تونستیم 80 درصد میزان آب رو کاهش بدیم من فقط یک عدد ارز کنم خدمت شما میزان به آبی که نیاز هست 75 متر مکعب به در به هر سال برای تولید یک کیلوگرم مای خاویاری هستش ولی ما این عدد رو به 15 متر مکعب در به هر کیلو رسوندیم و بحث دیگه بحث غذا هست همینطوری که مسازری بحث بر حال غذاهایی که از خارج از کشور میان میتونه موضوعات بیولوژیک خاص خودش رو داشته باشه. یکی از مزایا اینه که ما غذای بومی رو حدوداً یک سال از خارج دکتر تولید کردیم، تجاری سازی می‌نو کردیم و الان در حال ترویجش هستیم که دیگه از خارج از کشور غذا رو وارد نکنیم.